سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یه ویدیوی آموزشی دیگه از بازی پرینس آف پرشیا در خدمتتون هستم. تو این ویدیو قرار بهتون نحوه گرفتن تمام امیولت هولدرها یا همون نگهدارنده های تلسم بازی رو نشون بدم. در مجموع 9 امیولت هولدر در بازی وجود داره و بعد از اینکه تمام 9 امیولت هولدر رو گرفتید، تروفی مربوط به این بخش و 12 اسلات تلسم برای شما آزاد میشه و میتونید به صورت همزمان از 12 تلسم استفاده کنید. و باید توجه داشته باشید که بعضی از امیولت ها یا تلسپ ها نیاز به بیشتر از یک اسلات یا نگهدارنده تلسپ دارد. اولین نگهدارنده تلسپ بازی رو میتونید از فروشنده که در بخش لوئر سیتی یا شهر پایین دستی بازی هست بخرید و برای خرید این آیتم نیاز به 240 کریستال دارید. خوش اومدی. دومین نگهدارنده تلسم بازی رو هم میتونید با باز کردن صندوقی که در بخش لوئر سیتی یا شهر پایین دستی بازی است به دست بیارید. سومین نگهدارنده تلسم بازی رو هم زمانی که 15 تا از کوزه های شنی که مربوط به محله جانبی پروفسی آف من قاف میشن رو پیدا کنید و به NPC مربوط به کوست برگردونید به دست میاد و آموزش مربوط به پیدا کردن تمام کوزه های شنی بازی و کامل کردن کوست مربوط به این بخش به صورت جداگون در کانال قرار داده شده و میتونید لینکش رو هم در بخش توضیحات همین ویدیو پیدا کنید. چهارمین نگهدارنده تلسم بازی رو هم میتونید با باز کردن صندوقی که در منطقه سیکرد آرکایوز یا گنجینه مقدس بازی هست به دست بیارید. پنجمین نگهدارنده تلسم بازی رو هم بعد از حل کردن پازلی که در منطقه سیکرد آرکایوز یا گنجینه مقدس بازی هست به دست میارید و برای حل این پازل هم باید تمام خونه هایی که روی دیوار هستند به ترتیبی که در ویدیو نشون میدم روشن کنید، به غیر از خونه ای که پایین سمت راست مربع قرار دارد. you
ششمی نگهدارنده تلسم بازی رو هم بعد از باز کردن صندوقی که در منطقه چاه ژن‌های ابدی یا پیتا فدرنال سند هست به دست میارید و باید توجه داشته باشید که برای رسیدن به محل این صندوق باید پلتفرمینگ ها و پرش های سختی رو انجام بدید که نیاز به یک سری ابزار برای پریدن داره و این ابزار رو هم با کامل کردن مراحل داستانی بازی و پیشروی در داستان بازی به دست میارید. هفتمین نگهدارنده تلسم بازی رو هم بعد از باز کردن صندوقی در منطقه لنگرگاه غرق شده یا سانکن هاربر بازی هست به دست میارید. هشتمین نگهدارنده تلسم بازی رو هم با باز کردن صندوقی در منطقه درخت سوما یا سوماتری بازی هست به دست میارید و باید توجه داشته باشید که برای رسیدن به محل این صندوق باید پلتفرمینگ ها و پرش های سختی رو انجام بدید که نیاز به یک سری ابزار برای پریدن داره و این ابزار رو هم با کامل کردن مراحل داستانی بازی و پیشروی در داستان بازی به دست میارید. و آخرین امیولت هولدر یا نگهدارنده تلسم بازی رو هم بعد از بازگردن صندوقی که در منطقه آفر سیتی بازی هست به دست میارید و باید توجه داشته باشید که برای رسیدن به محل این صندوق هم نیاز به پیشروی در داستان بازی دارید.
و بعد از پیدا کردن تمام نگهدارنده های تلسم، تروفی گلوریا فروهر و 12 اسلات تلسم برای شما آزاد میشه. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و اطلاعات کافی رو بهتون داده باشم. ویدیوی بعدی میبینمتون.